اینو من میخوام ماجرای درست و واقعیش از خود شما بپرسم. شما دستور داشتین شهر رو بزنین، یعنی عملیات انتقامی بود با توجه به اینکه مثلا حکومت عراق میومدن شهر ما رو میزدن، به شما گفته بودن شهر رو بزنید و شما مخالفت کردین رفتین به سمت کاخ صدام، یا نه از اول هدفتون خود کاخه بوده؟ هیچ کدوم. چون روایتی که من شنیدم اینه که شما رفتین به سمت کاخ صدام اونجا زدنتون. بگن عقل خودشون هر چی دلشون میخواد بگن. درستش از شما میشنوه. شما فکر میکنید مثلا فرض میکنیم ما کاخ رو میزدیم، اون روزا اون آقا تو کاخ بودن. ماموریت که ابلاغ شد، یک آقایی به نام حسینی از سپاه اومدن روز قبلش با من صحبت کردن. به نظر من فوق‌العاده آدم باسوادی بود، فوق‌العاده آدم با تربیتی بود و به کارش هم اشراف داشت. یک نفری در اون جمع گفت حالا که غفاری قراره بره بغداد، بره کاخ صدام رو بزن. حالا این داستان یک کلاغ چل کلاغ بدونید از کجا به کجاست. اون آقا که اسمش اون روز حسینی بود، حالا فامیلی مستعارش بود اینا من نمیدونم، گفتش که اولا که ایشون الان اونجا خیلی مؤدبانه ها، گفت ایشون الان اونجا زندگی نمیکنه، در ضمنی که هدف ما امروز زدن کاخ صدام و کشتن صدام نیست، چون این دور از دسترسه. درست هم میگفت. بعد گفتم نه من شهر و خونه و اینا نمیزنم. گفتن که اشکالی نداره، شما برید پایگاه الرشید رو بزنید. گفتم خب باش میرم. در اون روز جانشین پایگاه اون روز سرهنگ ناصر کاظمی خیلی به من لطف کرد، خیلی با من همکاری کرد. گفتش که چه خونه بزنی، چه رستوران بزنی، چه ده تا هواپیما توی پایگاه الرشید بزنی، تأثیر تبلیغاتش یکیه. تو هم که میگی خونه نمیزنم، بچه نمیزنم، برو پایگاه الرشید، اونجا گوش تا گوش هواپیما وایساده. و درست هم گفت که ما با این قصد پرواز کردیم و در 3 دقیقه بغداد من سانحه دادم. حالا یا به کاپ گرفتم یا منو در ارتفاع پایین زدن. آقای دلخواه اکبری گویا توی رادیو، چون در ارتفاع پایین و سرعت بالا ارتباطات خیلی ضعیفه، گویا در رادیو میگه که آتش گرفتیم و من نشنیدم. لیدر عملیات شما بودین؟ من بودم. من بودم و من نشنیدم. من جفت موتورم رو دست دادم. در داخل هواپیما آقای عبیری گفته که چراغ فایر و اینا روشن شد. شاید من دقت نکردم، شایدم روشن شده، خاموش شده، اما سرعت هواپیما شروع کرد به کم شدن چون دیگه موتوری نداشتیم. حقیقتش من به یاد شهید دوران علاقه نداشتم که بپرم بیرون. تو این فاصله حالا عبیریه که داره به من التماس میکنه که اجازه بده من تو رو بپرونم، و الانم از این که پریدم بیرون پشیمونم، اصلا راضی نیستم. آره کاش منم همون کار دوران نمی‌کردم. یعنی حالا دوران که به جایی نخورد، خورد زمین دیگه. شهید تو چیزی که من شنیدم، روایت چند تا روایت شنیدم بود. آره نزدیک به جایی نکوبید. نه 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 نزدیک ببین با نزدیک همون سالن کنفرانس غیر متحدها بود، ولی ما حالا هی می‌خوایم یه خورده بکوبیمش به اون سالونه، ولی نکوبینش. نشد که نکوبیدن. من نمیدونم، من نمیدونم. من میگم که تبلیغات غیر واقع، نمیخوام از لفظ دروغ استفاده کنم، یه خود بی‌ادبانه است. یه مدتی
تأثیر داره، بعدش تأثیرش از دست میده. آقای دوران رو زدن، ایشون هدفش زدن کنفرانس غیر متعهدها بود، یعنی سالن رو بزنه اونجا رو ناامن کنه. 70% به هدفش رسید. آقای دوران 70% به هدفش رسید. باریکلا. یه هدف هم همین بود. ولی این که حالا رفت روی صندلی رئیس جلسه رو زد و اینا، یه خود بله، بله. من ندیدم، فیلمش هم ندیدم. نه اصلا میگن توی میدونی توی جای بغداد خورد زمین هواپیما، چون بمباشو نزده بود دیگه، خیلی آتیش و دود و اینا بلند کرد. به من گفتن که بمباش رو زده بود. اینا رو آقای کاظمیان بهتر میدونه. آقای کاظمیان یک دلاوریه که از هر لحاظ دلاوره، نه به کسی باج میده، نه دنبال امتیازه، نه دنبال بزرگ کردن قضیه است. هرچی میگه شما فکر کنید که آب زلاله. خب شما حالا با آقای عبیری درگیر داریم بودین که اجکتو بکشه یا نکشه، چی شد؟ که منو بپرونه یا نپرونه، که متاسفانه من بهش اجازه دادم که منم بپرونم. و کشید و با هم دیگه رفتیم بیرون. خب طبعا ایشون زودتر از من رفت بیرون. من که رفتم بیرون، چشام که باز شد، آبمان رو زمین داشت میسخت. شما بردو پیش اومد اون اجکتی که کردین چند ثانیه از اون تونل زمان رد بشین بچگیتون رو ببینید، یا مثلا گذر سریع زمانی رو داشتین یا نه هیچی اصلا متوجه نشده؟ در اون مقطع نه. پس یعنی اجکت کردین و چند ثانیه گذر یه کلمه لغ چترم باز شد تلپی خوشتون که مثلا جرد دیدین هاپما پایین داره میسوزه. هاپما داره میسوزه، منم دارم میرم تو آتیشا. خب نزدیکاش دیگه افتادم که چتر من به نظرم کامل باز نشد، یعنی سه چهارمش که باز شده بود من اومدم رو زمین که پای چپم درد گرفت، نه شکست نه در رفت، درد گرفت. پای مدتی هم همطوری بودش که بعدم دیگه بردن تو مرحله اسارت و آره بردن از 5 سال و 3 ماه فکر کنم شما اسیر بودید. 537 5 سال و 3 ماه و 7 روز. متوجه شدیم با چی زدنتون؟ سم 2 بود، سم 6 بود، توپ مثلا زد دروایی بود؟ نه من یه تکون حس کردم و بعد خدا بیاموزه رضا احمدی به من گفتش که تو رو با زد دروایی خیلی نمیدونم توی نماز بین نماز مغرب عشا که به امامت حاج آقا ابو ترابی انجام میشد، اومد به من گفتش که فردا صبح کابینه من میشید پرواز کنیم. گفتم که رضا تب تنده، ما فردا صبح که اینجا ایم. گفت نه وقتی رفتیم ایران. منم گفتم آره میشید. بعد گفتش که آره روزنامه های ایشون گفت روزنامه های بغداد نوشتن که شما رو نیروهای بسیج با این چیزی که رو دوششونه نمیدونم. بعد از اون وقت خودم فکر میکنم به کابل گرفتم، ولی وقتی نگاه میکنم به دلخواه اکبری که از من بهتر و پایین تر پرواز میکرد، فاصله من هم زیاد نبود، احتمال به کابل گرفتنم هم به نوعی از بین میره. اما من یه گرب زیر دست چپم شنیدم و بعد از دور موتورهایی که داشتن رده خارج می شدن، حالا عبیری نظرش اینه که چراغم روشن شده چند تا، چون من همش بیرون نگاه می کردم، اگرم روشن شده یا به خاطر نور اینا کمرنگ بوده، اما عبیری مصره که چراغ روشن شد. آقای دلخواه چی اونا تونستن ماموریتشون درست انجام بدن؟ بمبا رو زدن و کارشون انجام دادن؟ نه، آقای دلخواه اکبری با این تفکر که مبادا منو بکشن عمدن اونجا بمب نزده، اومده و تو مسیرش به نظرم جای دیگر رو بمبارون کرده و اومده. یعنی اگر اون نقطه از شهر رو میزد شما رو به تلافی ممکن داشت؟ آقای دلخواه اکبری خیلی آدم باهوشیه، به نظر منم در اون لحظه تصمیم خوبی گرفته. مگه میشه که من اینجا اومدم پایین
اونجا خواهر مادر اون نفرات کشته شدن. خب اونا احساساتی میگه مگه نکردن این کارو، مگه با همایون شوقی نکردن، مگه با جواد عزیز مقدم نکردن، مگه ما این کارو با خلبان عراقی نکردیم؟ چرا دروغ بگیم؟ ما هم کردیم. یه جور شما مردم رو نمیدونم کجا بود، کرمانشاه بود کجا بود که مثلا این خلبان عراقی رو گرفته بودن به کشت زده بودن، حالا یادم نیست مرده بود یا نه، ولی مردم مثلا دستشون میافتاد میزدن چیز میکردن. در اون مقطع که من سلول انفرادی بودم، از 18 خرداد تا 4 شهریور تو انفرادی بودیم؟ بله، از 18 خرداد تا 4 شهریور من تو انفرادی بودم. گویا ایران 3 تا هواپیمای عراقی میزدن، گویا خلبانهاش رو میارن نشون میدن. من اصلا اینا رو فقط شنیدم. اونها هم تصمیم میگیرن که من و عبیری رو نشون بدن. که اومدن صحبت مصاحبه کردن، نه عبیری زیر بار رفت و نه من. تو یه جایی من بریدم، نگران مادر خانومم بودم، گفتم این بدبخ میمیره حداقل یه صدایی از ما بشنوه. خبر داشتن خانوادتون که اسیری یا نمیدونستن کلا؟ ببین آقای دلخواه اکبری بعدم به من گفت من به دروغ گفتم که من دیدم پریدم بیرون. ندیده بود ولی دروغ بود. آره البته دروغ دروغه دیگه، اونم باید بگه من ندیدم. حالا در هر صورت اون خواسته لطف کنه، اصلا شکی توی این قضیه نیستش. شاید منم جای اون بودم میگفتم، نمیدونم. بعد اونجایی که من بریدم اومدن سراغم، گفتم من فقط در حد معرفی کردن اسمم. گفت نه، ما یک کاغذ میداریم جلو، باید به خمینی فوش بدیم. حالا شما هر جور دوست دارید اینو بنویسید، این چیزیه که اونا گفتن. نه شما این ادبیات رو دارید. آفرین. آره من میخوام، من تو دروغ نگفتم وسواس دارم. نه شما این ادبیات رو دارید نه من. چون من به شما گفتم ارادت دارم، الان هم میگم ارادت دارم. هیچ کس هم تصمیم ندارم. گفتم نه من هرگز همچه غلطی نمی کنم. گفت میری اونجایی که عرب نمیندازه، این جملهش بود. گفتم باش. عبیری هم همین کار کرده بود. بعد در اون تاریخی که خدمتت گفتم 4 شهریور ما رو آوردن اردوگاه، که من وارد اردوگاه شدم کاظمیان دیدم، فکر کردم روح دیدم، یک اسکلت 35 تا 40 کیلویی، یعنی واقعا جا خوردم. این محبت کرد و بچه های دیگه اومدن. و اون روز برای من از روز آزادی که اومدیم ایران با شکوه تر و مهمتر بود، چون من 90 خورده کم یا زیاد آدم ندیده بودم، با هیچ که حرف نزده بودم. اینا رو که دیدم اصلا فراموش نمی کنم اون روزو. روزی هم که اومدیم ایران خب خیلی جذاب بود، اما اون روز یه روز دیگه ای بود که بچه ها اومدن دور هم صحبت کردیم. و من یک ماه برای اینا شبا خاطره تعریف میکردم، چون دیر بررسی شده بودیم. بله 5 سال اطلاعات داشتم. به عبیری هم گفتم قاسم جان اینها 5 سال اینجان و خیلی از اخبارا محرومن، شما یه وظیفه داری، هر چی میپرسن راست بگو. اینی که فلانی دوست داره تو بگی برنج کیلو 2000 خوشحال میشه، اون یکی دوست داره بگی برنج کیلو 1,000,000، اینا به من ربطی نداره.
برنج یه عددی تو ایران اگه پرسیدن اون موقع بود کیلوی 20 تومن 20 تک تومن فکر میکنم یا گوشت انقدر نمیدونم یه دوی از حرف ما خوششون نیمد از نظر من مهم نیستش یه دوی کیف کردن بازم من اون موقع مگه اونایی که عنوان رسول دارن چیکار میکردن من اون موقع یک پیغام آور بودم از شرایط ایران با صداقت برای کسانی که 5 سال تشنه اخبارن حالا اون از اخبار خوشش نمیاد خودش بتونه یکی دیگه از اون اخبار خیلی خوشش میاد اونم خب خوشش میاد الانم که بدارم به شما این عرضو دارم امیدوارم که شما خوشتون بیاد اگه خوشتون نیمد به درک چکار کنم خب من که نمیتونم خودم رو بکشم که شما خوشتون بیاد من میگم این اطلاعاتیه که من دارم حالا صداقتم توش هست حالا اگه بعضی خوششون نمیاد به درک حالا خیلی در مورد علی اقبالی دوگاهه شنیدن ولی تا جایی که میدونم اون روایت ظاهرا درست نیست ظاهرا و باطنا دروغه جدی خب از شما بشنیم راستش باش چون اون آقا کیونیم تا چارتون رو بگیریم بغل هم میگن صدام حسین دستور داد که ایشون رو با ماشین جر بدن برای عبرت کی؟ خلبانه سایر خلبانه ما تا همین الان هم نمیدونیم این درستی یا غلطی که در زم اگه برای عبرت ما بود چرا یه فیلم نگرفتن چرا این فیلم رو نشون ندادن توجه میکنین من همچی باوری ندارم واقعیت من میگم که شاید مردم اومدن به اصطلاح وحشیگری کردن کشتن اما من همچی باوری ندارم من بهتون عرض کنم امام زمان عراقی ها رو گفتم حالا امام زمان خودمون رو بگم عبیری شاهده ما که اومدیم پایین یه نیروهای با دیشتاشه و تفنگ برنو ما رو محاصره کردن تفنگاشون هم به سمت من بیشتر و عبیری بود یه نفر جلوی من وایساد من که عربی بلد نبودم الان هم بلد نیستم جلوی من وایساد من متوجه شدم که به اونا میگه اگه میخوایین اینو بزنین اول باید منو بزنین نه منو میشناخ نه دیده بودیم هم دیگر رو نه دیگه هم دیگر رو دیدیم خب منو سوار یه مزده وانت قرمز 1000 کرد با عبیری آورد پاسگاه تبلیمون داد اگه اون نبود اونجا شاید مرا بکشتن من در مورد آقای علی اقبالی دوکوه این اطلاعات رو قبول ندارم دلیلم داریم دو سر رو از جنگ گذشته بود اینی که بگن علی اقبالی چنین و چنان کرده چه کجا رو زده و چنین و چنان و صدام برای سرش جایزه گذاشته اینا نبود اینی که بستنش به جیپ و اینا هم نبود اینی که ممکنه با مسلسل کشته باشنش آره این ممکنه ولی شما روایت رو من قبول دارم من توی پایگاه همدان که بودم همون سال 64 که اسیر شدم اردیبهشتش به ما ماموریت دادن با آقای محققی و چند نفر دیگه خدا بیامرز پورگان و همین آقای بهرام فیروزی که الان حالش هم زیاد خوب نیست بریم آلمان از آلمان افور بیاریم پایگاه همدان در زمان جنگ در نتیجه ما رفتیم اونجا و یه 10-15 روزی هم با هم اونجا بودیم ما رفتیم اونجا پولم خوب به ما میدادن روزانه هم به ما مارک میدادن یه آقای منشور محققی دقیقه به سید زنگ میزد تهران اگه خبری نیست ما برگردیم چون ما 15 نفر بودیم یه چمدون هم یورو و دلار مارک دست آقای محققی بود این به ما میداد و تنجونش میلرزید فکر میکرد بیت المال رفت بعد پولی نبود که آقای هر روز زنگ میزد ما میگفتیم آقا چی کار داری خب
گفت نه نمیشه. خلاصه ریگان اومد آلمان. حالا چی بود چی نبود من نمیدونم. ریگان که از آلمان برگشت فرداش به ما گفتن برگرد بدون فانتوم. بدون فانتوم آره برگشتیم و بعد ما تو آلمان خیلی با هم گشتیم. نه ایشون خلافکار بود نه من، تفریحات سالم ما هم داشتیم، خاطره هم داشتیم. بعد که برگشتیم، من برگشتم همدان و کمتر از یک ماه بعدش من اسیر شدم. بعد که از اسارت آزاد شدیم گفتیم توی مهرآباد با هم قدم می‌زدیم و اون مشکلات زندگی خاطره تعریف می‌کردیم، نصیحت می‌کرد منو. آره این نکته خیلی مهمیه. حالا جوانایی که این حرفا رو می‌شنون، خاطره‌ها رو می‌شنون در مورد خلبان‌ها از ایثارگریشون و خطراتی که می‌رفتن بمب می‌بردن با خودشون، هر لحظه ممکنه رو هوا بزنشون اونا. یه ایثارگری و فداکاری که شما کردین نبود زندگی شخصی خودتونه، یعنی این اتفاقات جنگ و اسارت و اینا باعث از بین رفتن زندگی شخصی شما شده. اکثرا اینطوری شده. حالا خیلی ضربه خوردم ولی خب شما هم ضربه خوردین. من توی اون جلد دوم ستاره نبرد هوایی خوندم این رو. شما بعد از اینکه از اسارت اومدین از خانمتون جدا شدین در واقع. نخیر. بعد از اومدنتون بود دیگه. نخیر. قبلش خانم اومد من جدا شدم. خب یعنی ایشون همه توی این خونه ورود میتونن بکنن، خروجشون با خودشونه، ورودشون آزاد میتونن بیان. حالا ما که بالاخره یه خونه سازمانی داشتیم، یه حقوقی داشتیم، بچه هامون سرپناهی داشتن، خیلی از جوانای ما که داوطلب رفتن اصلا الان معلوم نیست که برای پدر مادر اینا چیکار کردن. نه این که نکردن، اینقدر شرط و شلخته و با سوی مدیریت هست که ممکنه به یکی ده بار رسیدن به یکی اصلا نرسیدن. من هرچی گله دارم از مدیریت دارم، از نفرات زیاد گله ندارم، سوی مدیریت هنوزم داریم. اون چیزایی رو که محققی به من گفته من اونا رو میتونم بگم، اون چیزایی که عقولش گفتن من قبول ندارم. آقای محققی به من گفت من مأمور شدم که برم برای خلبانایمون که در روسیه میخوان درس بخونن برم روسیه به عنوان افسر رابط. گفت من ساعت 7 صبح رسیدم پشت هتل، دیدم اگه برم اتاق بگیرم چکین اینجا ساعت 8 برای این 1 ساعت بعد 1 شب پول هتل بدم. گفت نشستم بیرون. بله پول دولت، پول دولت نیرو هوایی کیه؟ دولت دیگه. گفت من 1 ساعت نرفتم اتاق بگیرم. بعدها به من گفتن این 1 ساعت کجا بودی تو؟ اون کجا؟ تفکر اون کجا؟ تفکر من این که میخواهم یک نفر رو به روز سیاه بشونم، چه دانسته چه ندانسته. گفتم مرد حسابی، خب میرفتی؟ گفت نه الانم تکرار بشه من نمیرم. از اون ور موقعی که معامله هواپیمای اینایی که باز خودش به من گفته PC-6 و PC-7 انجام میشود، یه پاکت به مانیچر محققی میدن 250,000 دلار توش پول بوده. زنگ میزنه به مرحوم صدیق میگه اینقدر به من رشوه دادن، من هم گرفتم، یه شماره حساب یه مسیری باز کنید من این رو برگردونم به حساب نیروهوایی. این لفظ رشوه رو واقعا به کار برده بود گفته بود خودش؟ بله بله. چون خب مثلا کمیسیون قرارداد و هدیه و شیرنی و اینا میگن، رشوه عموما نمیگن. نه خب وقتی که ببین موقعی که من میخوام توجیهش کنم که این پول گرفتم بخورم میگم شیرینی بوده، و من وقتی که عصبانی میشم میگم به من رشوه دادن. میخوام خودم نشون بدم دیگه، ما انسانیم دیگه. بعد باز به من این رو گفت، تا زنده‌ام هم ازش ترسی ندارم. میگفتن کی به تو گفته قهرمان جنگی؟ بقیه این پول کجاست؟ شما چه دفاعی داری؟ اصلا قابل دفاع نیست این حرفا.